چند دهه است که دولت مرکزی چین اقلیت مسلمان اویغور را زیر ظلم، ستم، اذیت، آزار و حتی نسل کشی قرار داده اما در چند سال اخیر اخبار این واقعیت بیش از پیش برملا شده است در همین راستا منابع محلی اخیرا از جدیدترین طرح دولت دولت مرکزی چین برای نسل کشی مسلمانان اویغور رونمایی کردند همکارم فاطمه موسوی گزارش می‌دهد طبق گفته های برخی منابع محلی دولت چین اخیرا از شیوه های جدیدی برای دستکاری در نسل اویغورها یا بهتر است بگوییم نسل کشی آرام آنان استفاده می کند. مؤسسه دفاع از حقوق بشر اویغورها که مؤسسه مردم نهاد و غیر دولتی است و مقر اصلی آن در واشنگتن آمریکا قرار دارد نیز این مطلب را تایید کرد. بر اساس این شیوه جدید دولت مرکزی چین یا از طریق پرداخت کمک های مالی وسوسه انگیز یا از طریق اجبار مسلمانان آیغور را به ازدواج با غیر مسلمانان مجبور می کند. تا از این طریق به مرور زمان جمعیت ها کم و کمتر شود و در نهایت نسل آنان منقرض شود. در همین حال مؤسسه دفاع از حقوق بشر اویغورها در یکی از جدیدترین گزارش های خود در این باره اعلام کرد طبق اطلاعات به دست آمده سازمان های دولتی چین در مناطق اویغور نشین با پرداخت کمک های نقدی بلاعوض غیرمسلمانان مسلمانان چین را به ازدواج با اویغورها دعوت می کنند. این گزارش در ادامه افزود از سوی دیگر به مسلمانان اویغور نیز پیشنهادهای مالی وسواس انگیزی داده شده تا با غیر مسلمانان ازدواج کنند مؤسسه دفاع از حقوق بشر اویغورها برای اثبات و مستند کردن گزارش خود برخی اسناد و مدارک را در گزارش آورده و نیز به مصاحبه با برخی اویغورها که در معرض این طرح دولت مرکزی چین قرار گرفتند تکیه کرده است این گزارش میافزاید علاوه بر پیشنهادهای مالی پیشنهاداتی همچون مسکن آموزش رایگان بیمه بهداشتی به زنان اویغوری داده می شود تا ازدواج با مردانی از قوم غیر مسلمان الهان را بپذیرند. اما از سوی دیگر در صورت نپذیرفتن چنین پیشنهاداتی این دختر به همراه خانواده هایشان به پادگان نظامی اعزام می شوند و در آنجا به صورت بازداشت های دست جمعی قرار میگیرند. بر اساس گزارش مؤسسه دفاع از حقوق بشر اویغورها این طرح دولت مرکزی چین با شعار وحدت ملی یک خانواده در حال اجراست فاطمه موسوی اخبار شیعه